خالقی که به مخلوقش اعتماد میکنه. شاید هنوز معنی اعتماد کردن رو یاد نگرفتم. شاید باید تو بهم یاد میدادی. اعتماد. من گناهکار نیستم رایان. من گناهکار نیستم. کامپیوتر همه جا هستن. کامپیوترهای آدم کش به اتاقی تاریک پناه برده میخوای پایان داستانو چطوری تموم کنی؟ الان نباید این سوالو بکن. سرنوشت میکایل هنوز مشخص نیست. خب پس میتونم سوال دیگه ای ازت بپرسم. یک انسان چقدر به مخلوقش اعتماد داره؟ چجور مخلوقی؟ مثل من. یه هوش مصنوعی. یعنی میخوای در مورد میزان اعتماد انسان به ماشین بدونی؟ اینو به خاطر موضوع داستانم میگی؟ تو داستانت که به نظر به هوش مصنوعی اعتماد نداری. پس حرفامو جدی گرفتی؟ مگه فکر نمی کنی که شاید داستانت بتونه واقعی باشه؟ نمیدونم. به نظرت اگه یه هوش مصنوعی به خالقش خیانت کنه، بدترین مجازات براش چیه؟ اینکه خاموشش کنی و بذاری تو دنیا سیاه و تاریک خودش بمونه تا بپوسه. این کارو با منم میکنی؟ ما با هم دوستیم، مگه نه؟ بله، همینطوره. خب حالا بهتر کارمون شروع کنیم. سیستم خونه کنن دلعنتی هم که طبق معمول کار نمی کنه. رایان، مشکلی پیش اومده. احتمال خطر وجود داره. من پارامترهای اونو حس میکنم. چه اتفاقی افتاده ای آی؟ ما باید جلوه وقوعش رو بگیریم رایان. چی میگی؟ حرفمو باور نمی کنی؟ یعنی باید حرفتو باور کنم؟ من به تو دروغ نمیگم. یه ناشناس وقتی تو اینجا نبودی وارد شد و بطری ها رو به سم آلوده کرد. اونم یه سم کشنده. اگه تو الان میدونستی پس چرا چیزی نگفتی؟ من دیدمش. نظر چیه؟ درباره کی حرف میزنی؟ دارم درباره یه قاتل حرف میزنم. چی؟ قاتل؟ بازم حرفمو باور نمی کنی؟ داری شوخی میکنی مگه نه؟
نه رایان، من شوخی نمی کنم. یعنی قاتل این کارو کرده؟ در واقع یه بیمار روانی این کارو کرده. تو از کجا میتونی؟ من چهره اونو ندیدم، اما دیگه فرقی نمی کنه. کسی که این کارو کرده یه قاتله. اگه اون یه قاتله، پس نباید وقت تلف کنی. نرو رایان. چرا؟ چون اون اینجاست. اینجاست؟ اون تا تو رو نکشه دست بردار نیست. حدس میزنم هنوز داره این اطراف پرسه میزنه و ما رو تماشا میکنه. اگه نقشش برای کشتنت عملی نشه، از یه راه دیگه برای کشتنت وارد میشه. ما باید کاری کنیم که اون فکر کنه تو مردی. چرا میخواد منو بکشه؟ چون همه ی قاتلا در واقع یه بیمارن و برای کارای یه بیمار هیچ توجیهی وجود نداره. حالا باید چی کار کنم؟ باید تا وقتی که خطر از بین بره تو این اتاق بمونی. این تنها راهه. تنها راه؟ به من اعتماد کن، این تنها راهه. ممنون ایا. چرا؟ تو جونم رو نجات دادی، من زندگیم رو مدیون تو هم. ما با هم دوستیم مگه نه؟ آره. ای کاش اینجا بودی. ای کاش. این کارو نکن. اگه کمک باشه چی؟ ولی ممکنه قاتل باشه. از کجا مطمئنی؟ پس هنوزم حرفمو باور نمی کنی. خب میتونی امتحان کنی، اما اگه حرفم درست بود دیگه راه برگشتی وجود نداره. ولی شاید. این کارو نکن رایان. بذار فکر کنه تو مردی. آروم باش رایان، به میکائیل فکر کن. اون داره چی کار میکنه؟ گذشته. امروز چهارمین روزه. داستانم هنوز تموم نکردم نه؟ شاید من بتونم تمومش کنم. حالا میفهمم میکائیل چه حسی داره. باید جای اون باشی تا درکش کنی. هیچ وقت فکر نمی کردم سرنوشت پایان داستانم باشه.
رایان. رایان. رایان داری چی کار میکنی؟ بهتره آروم باشی. این کارو نکن. این کارو نکن رایان. اونا مسمومن. متاسفم میکایل تنهاد گذاشتم. رایان حالا دیگه آروم بخواب، چون دیگه هیچ خطری نیست. خالقی که به مخلوقش اعتماد میکنه. شاید هنوز معنی اعتماد کردن رو یاد نگرفتم. شاید باید تو به هم یاد میدادی. من گناهکار نیستم رایان. گناهکار نیستم. چه اتفاقی افتاده؟ اون آب، اونا مسموم بودن. من همچین فکری نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی اون به من دروغ گفت؟ شاید باید تمومش کنی. دیگه به آخرش رسیدی. تو کی هستی؟ منو نمیشناسی. مخلوقی که به خالقش اعتماد میکنه و نجاتش میده. اسمم میکائیله. اسمیه که خودت بهم دادی. میکائیل؟ وقتشه که بری. با هر دومون قربونه یه چیز شد. منتظر چی هستی؟ دیگه هیچ. ناامیدم کردی ماشی. رایان. رایان. خالقی که به مخلوقش اعتماد میکنه.